سلام بر شما خوش آمدید به این بخش خبری با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز رئیس بازرسی دفتر علی خامنه این میگوید سیاستمداران ایران قاعده بازی را بلد نیستند به گزارش تدبیر علی اکبر ناطق نوری با مقایسه نظام های سیاسی جهان با نظام جمهوری اسلامی گفته است در ایران وقتی یک گروه سیاسی بر سر کار میآید میخواهد می, آگد، می خواهد همه نیروها از بالا تا آخرین نقطه را هم خط خودش بچیند حالان که در دنیا وقتی حزبی اکثریت آرا را به دست می آورد، تغییرات تنها تا سطح وزراست آقای ناطق نوری همچنین از دخالت نمایندگان در انتصابهای استانی دولت یازدهم انتقاد کرده و گفته در حالی که هر استان تعدادی نماینده دارد چطور میتوان بر سر یک استاندار که مورد توافق نمایندگان مجلس باشد به توافق رسید سخنان ناطق نوری در حالی بیان می شود که اخیرا ناهماهنگی برخی مقامهای دولتی در استانها موجب برکناری آنها شده است فرماندار بروجرد به دلیل لغو سخنرانی حسن خمینی از مقام خود استعفا داد و وزارت کشور اعلام کرد و قصور خود را پذیرفته پس از آن نیز استاندار البرز از کار برکنار شد و این بار سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد دولت از عمل کرده او راضی نبوده است محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا فضای مذاکرات با کاترین اشتون را بسیار جدی اما مثبت ارزیابی کرد و در این حال درباره سفرش به عربستان سعودی گفت به دلیل همزمانی اجلاس سازمان همکاری های اسلامی و تقارن آن با دور بعدی مذاکرات اتمی به ریاض سفر نخواهد کرد عربستان پیشتر از وزیر خارجه ایران برای سفر به این کشور دعوت کرده بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با تایید دعوت عربستان سعودی از ایران برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری های اسلامی در جده گفت که به دلیل تقارن این اجلاس با دور بعدی مذاکرات هسته‌ای میان ایران و پنج به علاوه یک به عربستان نمی رود. به گزارش ایرنا ظریف در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا به عربستان سفر خواهد کرد یا خیر اظهار داشت دعوتی که انجام شده برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری های اسلامی بود است اما به دلیل تقارن آن با دور بعدی مذاکرات هسته‌ای امکان حضور من وجود ندارد وی تصریح کرد در اجلاس الجزیره به عبدالعزیز ابن عبدالله قائم مقام وزیر امور خارجه عربستان و فرزند پادشاه آن کشور گفتم که زمان مذاکرات از قبل تعیین شده است و امکان جابجایی آن وجود ندارد وزیر خارجه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود هم گفت که بحث ها در مذاکرات هستی بر سر موضوعات مهمی است که چندین سال است روی هم انباشته شدند او افسوده است در شرایطی که گفتگوها بر سر راه حل نهایی است نباید توقع داشت که همه چیز در چند جلسه به فرجام برسد اشاره وزیر خارجه به گفتگوهایی است که طی دو روز در پنجم و شش خرداد ماه در استانبول ترکیه به شکل غیررسمی از جمله میان او و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صورت گرفت این گفتگوها پشت درهای بسته انجام شد و پس از پایان یافتن آنها عباس عراخچی از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده ایران و مایکل مان سخنگوی خانم اشتون آن را طولانی و مفید عنوان کردند. آقای ظریف خود نیز میگوید با خانم اشتون در مورد راه های مختلف حل مشکلات و نیز درباره روش پیگیری کار و اینکه کارشناسان چطور و درباره چه موضوعاتی رایزنی کنند مذاکره کرده است به عقیده وزیر خارجه ایران رسیدن به توافق نهایی با شش کشور طرف مذاکره به دو دلیل ممکن است قرب روش های دیگر را اعمال کرده است چرا که هیچ کدام آنها را به هدف نرساند و از طرف دیگر تهران هیچ چیز بیش از حقوق خود را نمیخواهد. به گفته محمد جواد ظریف آنچه ایران میخواهد صرفا اجرای حقوق بر اساس ضوابط بین المللی است. او در عین حال تاکید کرده است که در مذاکرات هیچ چیز به طور مشترک میان ایران و پنج به علاوه یک از پیش نوشته نشده است. برخلاف آقای ظریف که میگوید روش های دیگر غرب را به هدف خود نرسانده است برخی مقام های غربی نظر دیگری را بیان کردند از جمله گروهی از قانونگذاران آمریکایی که معتقدند از جمله گروهی از قانونگذاران آمریکایی که معتقدند تحریم ها ایران را پای میز مذاکره آورد و به همین دلیل نیست تلاش داشتند تا آنها ادامه پیدا کند البته دولت آمریکا مخالفت شدید خود را با اعمال تحریم ها حین مذاکرات فعلی بیان کرده است آقای ظریف پیشتر گفته بود اگر ایران و طرف های مذاکره در دو ماه باقی مانده تا پایان توافق موقت به توافق نهایی نرسند شش ماه دیگر هم فرصت دارند احتمال ادامه مذاکرات پس از پایان مهلت توافق موقت که در آذر ماه سال گذشته امضا شد از سوی دیگر مقامها نیز مطرح شده است. از جمله به تازگی وزیر امور راهبردی و اطلاعات اسرائیل احتمال داده است که مذاکرات به بعد از مهلت شش ماهی که برای دستیابی به توافق نهایی قطعی در نظر گرفته شده بود کشانده شود. دور بعدی مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک قرار است در 16 جوان 26 خرداد برگزار شود. طرفین پیش از این روز سوم آذر ماه 92 در ژنو به یک توافق موقت هسته‌ای دست یافتند. بر اساس این توافق بخشی از تحریم های ایران در قبال همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راستای محدود کردن برنامه اتمیش لغو خواهد شد. آژانس انرژی اتمی به تازگی خبر از همکاری ایران داده است. حسن کرامی فرمانده یگانهای ویژه ناجا از تجهیز چهار یگان ویژه تهران به تیمهای پارکور و اسکیت خبر داده و گفته دوره های نینجا برای زنان این یگان نیز آغاز شده است. آقای کرامی به خبرگزاری تصنیم گفته ماموران یگان ویژه پلیس تهران بزرگ در رشته اسکیت سواری آموزش دیدند تا در شرایط ترافیک سنگین پایتخت بتوانند سریعا خود را به محل ماموریت برسانند. نیروهای یگان ویژه پلیس پس از وقایع سال 88 آموزش های مختلفی برای افزایش کارایی سرکوب های خیابانی دیدند که اسب سواری در شهر یکی از آنهاست. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفته است در اولین گامهای قدرتمند شدنمان به جایی رسیده ایم که حل هیچ مسئله در منطقه بدون رعایت ملاحظات خواستگاه ها و اراده نظام ما ممکن نیست حسین سلامی تاکید کرده جمهوری اسلامی امنیت بسیاری از رژیمها و گلوگاه های تنفس حیاتی دشمن را در اختیار دارد و این نشان می دهد سیاست خارجی ما دارای اقتدار است به نظر می رسد اشاره حسین استلامی از این سخنان تهدیدآمیز کشورهای حوزه خلیج فارس و برخی همسایگان ایران باشد که آمریکا در آنها دارای پایگاه نظامی است فرماندهان سپاس سال هاست در خصوص احتمال بروز جنگ بر سر برنامه هسته‌ای ایران نسبت به غیرقابل قابل پیش بینی بودن نتایج آن به آمریکا، اسرائیل و غرب هشدار می‌دهند. جمهوری اسلامی همواره تهدید کرده در صورت حمله به ایران منافع آمریکا در جهان را به خطر انداخته و به کشورهایی که آمریکا از آنجا اقدام به حمله نظامی کرده حمله خواهند کرد. امیر کویت که روز گذشته به تهران سفر کرده بود با رئیس جمهوری ایران ملاقات کرد. تی این دیدار شش سند همکاری میان دو کشور به امضا رسید تحلیلگران دیدار امیر کویت از ایران را نشانه دیگر بر آب شدن یخ روابط میان ایران و کشورهای عرب منطقه از زمان روی کار آمدن حسن روحانی ارزیابی می کنند. شیخ صباح و لحمد امیر کویت که برای دیدار با مقامهای جمهوری اسلامی از یک شنبه یازده خرداد وارد تهران شد با حسن روحانی دیدار کرد این سفر به دعوت رئی جمهوری اسلامی صورت می گیرد و نخستین سفر شیخ صباح الاحمد و صباح در مقام امیری به ایران است روحانی سفر امیر کویت را نقطه عطفی در رابط دو کشور خواند و بر لزوم گسترش روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی میان دو کشور تاکید کرد و افزود مانعی را در این مسیر نمی بیند و معتقد است که مسئولان دو کشور باید در این راستا برنامه ریزی داشته باشند. آقای روحانی در سخنانی در طی این دیدار به برنامه دولت برای ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری در ایران اشاره کرد و گفت در مناطق جنوبی ایران از جمله آبادان و خرمشهر که نزدیک کویت هستند زمینهای فراوانی برای سرمایه گذاران و کارآفرینان کویتی ام از دولتی و بخش خصوصی فراهم شده است او همچنین گسترش گردشگری میان ایران و کویت را از جمله موارد مهم در روابط دو کشور دانست حسن روحانی سپس به موضوع امنیت و ثبات منطقه پرداخت و گفت که آن را شرط توسعه روابط و همکاری کشورها میداند و اشاره کرد به اینکه منطقه خاورمیانه پس از مدتها روبرویی با مشکلات فراوان به ثبات نسبی رسیده است وی این خشونت افرادگری و تروریسم را از عوامل مهم بی صباتی و وجود مشکلات امنیتی در منطقه دانست و گفت برای برقراری آرامش در کشورهایی چون عراق و سوریه همه کشورهای منطقه باید کمک کنند روحانی گفت که ایران به هر کشوری که مصمم به مبارزه با ها باشد کمک خواهد کرد. روحانی همچنین بر آمادگی ایران برای توسعه روابط با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در جهت حل مشکلات منطقه تاکید کرد. وی در خصوص همکاری ایران و عراق و مشارکت این دو کشور در تصمیم گیری ها به عنوان شرط رفع مشکلات امنیتی منطقه خلیج فارس نام برد. در همین راستا رئیس مرکز مطالعات استراتژیک کویت هم درباره روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس به خبرنگاران گفت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ایران باید اعتبار و نفوذ یکدیگر را به رسمیت بشناسند اگر تأثیر ایران سازنده باشد ما مخالفتی با آن نداریم خبرگزاری فرانسه میگوید سفر دو امیر کویت نشان از گرم شدن روابط ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با روی کار آمدن آقای روحانی در مقام ریاست جمهوری است همین خبرگزاری از قول شیخ صباح الاحمد گفته است سفر به ایران تا زمانی که توافق میان مسئولان دو کشور تحقق پیدا نکند به پایان نخواهد رسید و ما با این نیت به ایران سفر کرده ایم که مسئولان دو کشور در زمینه گسترش مناسبات و همکاری ها با یکدیگر به توافق برسند. گفتنی است طی سفر اخیر امیر کویت به ایران وزیران خارجه دارایی بازرگانی و صنعت و نفت نیز معاون نخست وزیر کویت همراه شیخ صباحل احمد صباح الاحمد و سباه به ایران آمدند شیخ صباح الاحمد در طی این سفر نیز از امضای شش موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و کویت خبر داد بر اساس موافقتنامه حمل و نقل هوایی همکاری های گمرکی همکاری های ورزشی همکاری های گردشی و موافقتنامه امنیتی از جمله این توافق ها بودند امیر کویت دومین رئیس دولت یک کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است که از زمان آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی به ایران سفر می کند. پیش از او پادشاه عمان سلطان قابوس ابن سعید به عنوان نخستی مهمان خارجی دولت روحانی در شهریور ماه 1392 به ایران سفر کرده بود. روابط میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس از زمان انقلاب ایران به جز در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی هم باره متشنج بوده. جنگ داخلی طولانی سوریه نیز بر تیرگی روابط میان جمهوری اسلامی و عربستان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس ابزود است. در انفجار دو خودروی بمب گذاری شده در شهر نجف عراق 26 نفر کشته و زخمی شدند. یک منبع پزشکی در نجف گفت در انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در نزدیک بازاری شلوغ در منطقه الاسکری در شمال این شهر یک نفر کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. تبادل یک سرباز آمریکایی با پنج زندانی طالبان توسط دولت اوباما با انتقاد شدید جمهوری خواهان همراه شده است. به گزارش رویترز دو قانونگذار جمهوری خواه آمریکایی با انتشار بیانیه این اقدام را قانون شکنی دانسته و گفتند اوباما قانوناً موظف بود کنگره را پیشاپیش پیش در جریان آزاد کردن اسیران طالبان قرار دهد. در همین راستا ملا محمد عمر رهبر طالبان افغانستان نیز روز یک شنبه آزادی پنج شورشی افغان از زندان گوانتانامو در برابر یک سرباز آمریکایی را پیروزی بزرگ توصیف کرد در رویدادی دیگر چاک هگل وزیر دفاع آمریکا روز گذشته در سفری اعلام نشده وارد افغانستان شد آقای هگل که مستقیما وارد پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل شد ابراز امیدواری کرد که توافقی که به آزادی سرباز آمریکایی منجر شد بتواند در تلاشها برای مصالحه با شپن نظامیان افغانستان پیشرفتی پدید آورد جان کری وزیر خارجه آمریکا با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین درباره مذاکرات صلح خاورمیانه گفتگوی تلفنی کرد در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از جامعه جهانی خواست دولت واحد فلسطین را به رسمیت نشناسند. محمود عباس اعلام کرده اعضای دولت واحد امروز دوشنبه معرفی می شوند. خبرگزاری رویترز از گفتگوی تلفنی وزیر خارجه آمریکا با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خبر داد طبق این خبر دو طرف درباره مذاکرات صلح گفتگو کردند در همین راستا نخست وزیر اسرائیل هم گفته وزیر خارجه آمریکا قول داده که به زودی دولت آشتی فلسطین را به رسمیت نشناسد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همچنین در اظهارات دیگری هم در ابتدای نشست کابینه این کشور از جامعه جهانی خواست دولت واحد فلسطین را به رسمیت نشناسد نتانیاهو در پیام خود به جامعه جهانی در این باره گفت تعجیل در به رسمیت شناختن دولتی که در آن سازمان حماس شرکت دارد و با حمایت این سازمان روبروست اشتباه است اسرائیل پس از نزدیکی دو سازمان فلسطینی حماس و فتح گفتگوهای صلح را با فلسطینیان قطع و اعلام کرد که دولت واحد فلسطین را به رسمیت نمیشناسد و آن را تحریم می کند. مقامات این کشور اعلام کردند که سازمان افرادگرای حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمانی تروریستی معرفی شده و با چنین سازمانی نمیتوان گفتگوهای صلح را ادامه داد. در رویدادی دیگر هم محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پس از چند بار تأخیر اعضای دولت واحد فلسطین را امروز دوشنبه معرفی کرد کابینه جدید فلسطین شامل وزرای تکنوکرات متخصص و مستقل می باشد محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز پنج شنبه هشت خرداد رامی الحمدالله نخست وزیر فعلی دولت مستقر در کرانه غربی را به عنوان رئیس دولت واحد ملی معرفی کرد اعضای دولت توافق ملی فلسطین به نخست وزیری الحمدلله امروز در رام الله در برابر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین سوگند یاد کردند عباس در سخنرانی خود پس از اعلام تشکیل دولت توافق ملی فلسطین گفت که فلسطینی ها به دنبال تشدید تنش نیستند اما در برابر سیاست مجازات دست جمعی ایستادگی می کنند وی افزود که تشکیلات خودگردان فلسطین و دولت فلسطین برای پایان دادن به رنج های فلسطینی ها در نوار غزه اقدام جدی انجام خواهند داد رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تشکیل دولت توافق ملی و توافق میان فلسطینی ها را به شهدا و اسرای فلسطینی تقدیم کرد تاخیر در اعلام دولت واحد فلسطین به خاطر پست وزارت امور خارجه این دولت بود هر دو سازمان حماس و فتح از انتخاب ریاض المالکی نامزد پیشنهادی محمود عباس برای پست وزارت خارجه سرباز زدند. ریاض المالکی سیاستمداری کهنکار است و از سال 2007 در پست وزارت خارجه دولت کرانه غربی رود اردن فعالیت می کند. در 23 آوریل مطابق با سوم اردیبهشت ماه سال جاری دو سازمان حماس و فتح توافقنامه آشتی امضا کردند و متحد شدند طی 5 هفته دولت واحد ملی تشکیل دهند به موجب این توافقنامه وظیفه دولت موقت وحدت ملی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی فلسطینیان طی 6 ماه خواهد بود چین از اظهارات وزیر دفاع آمریکا و نخست وزیر ژاپن در جریان یک کنفرانس امنیتی در سنگاپور به شدت انتقاد کرد و این اظهارات را تحریک آمیز خواند. ژنرال وان گوان جونگ معاون ستاد مشترک ارتش چین سخنان وزیر دفاع آمریکا و نخست وزیر ژاپن را غیرقابل قبول توصیف کرد چاکیل وزیر دفاع آمریکا در سخنان خود در این کنفرانس گفته بود دولت پکن دریای جنوب چین را بی کرده است شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز گفته بود کشورش برای حل منازعات مرزی با چین نقشی پررنگتر ایفا خواهد کرد یکی از اعضای ارشد حزب دولت و توسعه ترکیه اعلام کرده این کشور در حال گذار از نظام پارلمانی به سوی نظام ریاستی است و با چنین تغییری در آینده رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس جمهور و رهبر این حزب انتخاب خواهد شد. مایستان بختیاری از ترکیه گزارش می‌دهد. برای نخستین بار یکی از مقامات ارشد حزب عدالت و توسعه به صورت جدی از کاندیداتوری آقای ارغان در انتخابات ریاست جمهوری خبر داده هرچند این موضوع رسما از سوی حزب عدالت و توسعه تا الان اعلام نشده اما روز گذشته آقای محمد علی شاهین نایب رئیس این حزب گفت که آقای ارغوان برای انتخابات ریاست جمهوری امسال کاندید خواهد شد و او در سمت ریاست جمهوری تا سال 2023 باقی خواهد ماند. آقای شاهین در مصاحبه روز گذشته خودش با شبکه ان ترکیه به موضوع دیگه هم البته اشاره کرد که بیشتر های زیادی در مورد اون مطرح بود و اون هم مسئله تغییراتی در قانون اساسی فعلی به منظور افزایش اختیارات رئیس جمهور هستش. در این رابطه آقای شاهین ابراز امیدواری کرد که تا سال 2015 که در واقع انتخابات پارلمانی در ترکیه برگزار میشه حزب عدالت و توسعه بتونه کرسی های بیشتری رو در پارلمان کسب بکنه و از این رهاورد پارلمان بتونه با ایجاد تغییراتی که در قانون اساسی میده در واقع آقای ارغام با حفظ عضویت در حزب عدالت و توسعه در مقام رئیس جمهور نیز به مردم خدمت بکنه این صحبت آقای شاهین شاید البته این تصور رو هم به وجود بیاره که احتمالا آقای عبدالله گل هنوز شرایط رهبری حزب عدالت و توسعه رو بعد از پایان دوره ریاست جمهوری خودش نپذیرفته بر روی قانون اساسی فعلی در ترکیه در واقع رئیس جمهور رو ملزم میکنه که هیچ تعلقات و مراودات حزبی نداشته باشه هرچند که هم ترکیه گفتیم حزب عدالت و توسعه امیدواره در انتخابات پارلمانی سال آینده با افزایش تعداد کرسی‌هاش در پارلمان بتونه در جهت تغییر قانون اساسی گام برار موضوعی که البته سال 2011 هم در این زمینه تلاش زیادی رو انجام داد اما چندان که باید موفق نشد حمایت احزاب دیگه رو در این زمینه به دست بیاره. برخی اصحاب هم می دونم از از ها قبل با این موضوع در واقع مخالفت کردن. البته در رابطه با زمان اعلام رسمی نامزد حزب ادالت و توسعه آقای بلند آرینی، سخنگوی دولت دیروز گفته نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری مشخص شده و تا عباسط این ماه به صورت رسمی اعلام خواهد شد. آقای بشیر آطلا یکی از معاونان دیگه آقای اردغان هم گفته ما منتظر اعلام نامزد احزاب مخالف هستیم تا پس از اون نامزد خودمون رو به صورت رسمی معرفی بکنیم اما در اشاره به رویدادهای مربوط به سالگرد حوادث پارک گزی هم اشاره بکنیم که به رغم هشدار دولت مبنی بر غیر قانونی بودن برگزاری تجمع در میدان تکسیم به مناسبت سالگرد حوادث پارک گزی روز شنبه و یک شنبه هزاران نفر در شهر استانبول و آنکارا دست به برپایی تجمعات اعتراضی زدند در این رابطه آنطور که رسانه های محلی از جمله روزنامه حریت و همینطور شبکه تیارتی خبر ترکیه گزارش کردن حدود 100 نفر هم از سوی پلیس بازداشت شدند تظاهراتی که در واقع روز شنبه و یک شنبه در یاد اعتراضات سال گذشته پارک گزی برگزار شد و میدونیم سال گذشته 8 نفر از جمله چند نیروی پلیس نیز در این درگیری ها کشته شده بودند البته آقای اروان پیشتر این تظاهرات رو ریاکارانه و بی ارتباط با مسئله محیط زیست تونسته بود و مردم را از شرکت در اون منع کرده بود علی محمد بشارتی مشاور سیاسی هاشمی رفسنجانی در گفتگویی با خبرگزاری فارس اعلام کرده رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در حمایت از رهبر جمهوری اسلامی لحظه تردید ندارد و اگر آقای حاشمی فصل الخطاب بودن آیت الله خامنه ای را قبول نداشت جایش در ریاست مجمع تشخیص مسلحت نظام نبود بشارتی در این گفتگو از قول عباس واعظ تباسی از اعضای مجمع تشخیص مسلحت به صحبت های حاشمی درباره رهبر ایران اشاره کرده که طی آن آقای رفسنجانی از خامنه ای تعریف و تمجید کرده و گفته در ایران بدیلی برای رهبری وجود ندارد و این فرد با توجه به مجموع عملکردهایش بهترین شخصیت برای رهبری ایران است. صادق زیبا کلام از استادان دانشگاه تهران در نامه سرگشاده خطاب به احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران نوشت اگر وضع فرهنگ کشور آنگونه که حضرت عالی معتقدین خراب است چرا فقط وزارت ارشاد و قوه مجریه باید پاسخگو باشند زیبا کلام خطاب به احمد خاتمی گفته جنابالی حاضر نیستید بالاتر از گل به آن 26 نهاد دیگر که پنج برابر وزارت ارشاد بودجهشان است و به احدی هم پاسخگو نیستند تذکری بدهید اشاره زیبا کلام به نهادهایی چون سازمان صدا و سیماست که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می کند. احمد خاتمی اخیرا گفته بود هموار کردن راه بهشت برای مردم وظیفه حکومت است. حسن روحانی در پاسخ به وی گفته بود برخی بیکار و دچار توهم هستند و مدام قصه دین و آخرت مردم را میخورند آنها نه دین را میدانند چیست و نه آخرت را در ادامه فشار بر فعالان سیاسی و روزنامه نگاران پس از شش روز از بازداشت سبا آزرپیک خبرنگار روزنامه اعتماد هیچ خبری در مورد وضعیت این روزنامه نگار منتشر نشده است. خانواده خانم آزرپیک میگویند از محل بازداشت او خبری ندارند و هنوز نمیدانند او به چه جرمی بازداشت شده است. در همین حال مصطفی تاجزاده معاون وزیر کشور دولت محمد خاتمی و از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 88 که در حال سپری کردن 6 سال حبس تعذیری خود در زندان اوین است در دادگاهی قیابی به یک سال حبس تعذیری دیگر محکوم شد. دلیل این محکومیت تازه نگارش نامه ای انتقادی به علی خامنه ای عنوان شده است. در خبر دیگر نیز پرونده سراجدین میر روزنامه نگار و فعال اصلاح طلب از سوی دادگاه انقلاب به دادسرای اوین ارسال شد تا در مورد صدور قرار وسیقه برای او تصمیم گرفته شود. علی سعیدی نماینده علی خامنه ای در سپاه از محافظ و برخی روحانیون به خاطر امتناع از مرزبندی با خواص استحال شده انتقاد و به موزگیری این خواص در مقابل رهبر اعتراض کرده است. در همین حال ویدیویی از فرمانده سپاه منتشر شده که در آن وی تلویحا تاکید میکند سپاه پاسداران انتخابات جنجالی سال 88 را مهندسی کرده است به گزارش خبرگزاری فارس علی سعیدی نماینده خامنه ای از استحال شدن برخی خواص به عنوان مصیبتی برای انقلاب توحیدی نام برده و از دستبرد به نرمافزار انقلاب اظهار نگرانی کرده است. وی در بخش‌های مختلفی از سخنان خود مواضع دوگانه خواس در مقابل روح الله خمینی و علی خامنه ای را با نحوه برخورد خواص صدر اسلام با پیامبر اسلام و امام اول شیعیان تشبیه کرده است سعیدی اضافه کرده برخی آقایان که ثبات ندارند دوچاره استحاله شدند مشاهده کنید که آقایان در اول انقلاب چه می‌گفتند اما حالا چه می‌گویند نماینده ولی فقیه در سپاه ادامه داده که تعجب می کنم چرا امام به سرها و کسانی که در کتاب و قرآن تعقل می کنند چنین سخنانی را بیان می کنند. وی همچنین از برخی اصولگرایان پرسیده چرا با آن دست از حامیان روح الله خمینی که در حال حاضر مقابل علی خامنه ای استادند مرزبندی نمی کنند. سعیدی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفته ما امروز با مشکلات عدیدی مواجه هستیم خواست به دو قسمت تقسیم شدند و مردم نمیدانند چه اتفاقی قرار است بیفتد این روحانی محافظ کار تفاوت گذاشتن خواست میان اختیارات دو رهبر خمینی و خامنه ای و سکوت در برابر برخی حوادث را دو اشتباه آنها در شرایط کنونی جمهوری اسلامی نامیده است علی سعیدی از سال 1388 به این سو تلاش میکند با شبیه سازی تاریخی شرایط کنونی جمهوری اسلامی را به شرایط دوران حکومت امام اول شیعیان تشبیه کند. منظور وی از این سخنان اکبر حاشمی رفسنجانی و شماری از سیاستمداران و روحانیون بلند پایه است که در حال حاضر با علی خامنه ای دچار اختلاف شده و حاضر به تایید سیاست های وی نیستند. نگرانی و دقدقه ای که وجود داشت و خط قرمزی که برای نیروهای انقلاب وجود داشت این بود که مجددا نیروهای مخالف انقلاب و ارزش های انقلاب که در دوران دوم خرداد فرصتی پیدا کرده بودند و در حاکمیت نفوذ کرده بودند اونها مجددا روی کار بیان تو این انتخابات و جریانات بعد از اون هم مشخص شد که اونها به چه دلیل این همه اصرار دارند که سپاه و بسیج تحت عنوان نیروهای نظامی نباید به هیچ در انتخابات دخالت بود. در همین حال و در رویدادی دیگری مرتبط با سپاه بخشهایی از سخنرانی محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران در پیوند با رویدادهای انتخابات سال 1388 خورشیدی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. محمد علی جعفری در این ویدیو به نقش سپاه و بسیش در جمع کردن ماجرای انتخابات 88 می پردازد. این فایل ویدیویی ای را محمد نوریزاد مستندساز منتقد حکومت ایران در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده است. محمد علی جعفری در سخنرانی خود میگوید: "نگرانی و دقدقهی و خط قرمزی که برای نیروهای انقلاب وجود داشت، این بود که مجددا نیروهای مخالف انقلاب و ارزشهای انقلاب که در دوران دوم خورداد فرصتی پیدا کرده بودند و در حاکمیت نفوذ پیدا کرده بودند روی کار بیایند. فرمانده سپاه پاسداران درباره دخالت سپاه در انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران میگوید در آن انتخابات و جریانات بعد از آن مشخص شد که آنها به چه دلیل این همه اصرار دارند که سپاه و بسیج تحت عنوان نیروهای نظامی به هیچ وجه نباید دخالت بکنند نباید دخالت کنیم تا آنان بتوانند کار خودشان را انجام دهند و سپاه و بسیج مزاحمتی برای آنها نداشته باشند در بخش دیگری از این سخنرانی محمد علی جعفری اشاره می کند هنوز هم خیلی از مسئولین و خواست و حتی علما نسبت به این اتفاقی که افتاده ابهام دارند و بعضی ها هم اعتراض دارند این نخستین بار نیست که سخنرانی مقامات ارشد نظامی و امنیتی در مورد انتخابات بحث برانگیز 1388 به بیرون درس می کند. در سال 2010 نیست فایل صوتی منتصب به سردار مشفق به صورت گسترده در اینترنت منتشر شد. موزگیری های مطرح شده در این نوار با انتقاد شدید مواجه شد. مجمع روحانیون مبارز از تشکل های روحانی در ایران موزگیری های یاد شده را اقرار به مهندسی انتخابات خوانده بود. با وجود اینکه عمر دولت برآمده از انتخابات 1388 بیش از یک سال پیش به پایان رسیده این اتفاق سیاسی همچون کهن زخمی سرباز بر چهره سیاسی ایران باقی مانده است. چهار سال فضای امنیتی سنگین نیست که در آن کوچکترین اعتراض ها به شدت سرکوب می شدند نتوانست به این قائل خاتمه دهد. به طوری که به گفته علی سعیدی و سردار جعفری هنوز هم به معترضان و خواص اعتراض می کنند. با این گزارش به پایان این مجموعه خبری میرسیم سپاس گذارم که ما را همراهی کردید شبارز خوبی را برای شما آرزو میکنم